بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. دوستان با احساس و صاحب دلان سخنشناس، سلام و درود گرم ما را بپذیرید. سلامی که از جان مایه می گیرد و درودی که با صفا و مهر سرشته است. امشب هم بزمی رنگین و دلپسند داریم و سخنوران و هنرمندان برانند که در خاطر شما شور و شوق بیافرینند. شاعران به مدد طبع آتش بیز و نوازندگان با سرانگشت شورانگیز دگرگونه حالتی در شما برمی‌انگیزند و خواننده‌ای با نوای نوازشگر در خلوت دلها شور و مستی می‌آفریند. شاعران ارجمند ما عبارتند از آقایان سید علی مزارعی و رضای ثابتی. نوازندگان بزم آقایان اسدالله ملک، فرهنگ شریف و منصور صارمی و خواننده ما آقای ایرج هستند. خانم پژوهش و آقایان رضایان و بهرام سلطانی سروده های شاعران را بیان خواهند کرد. تهیه برنامه را هم آقای عبدالحسین فهیم عهده‌دار هستند. خب حالا می پردازیم به اصل برنامه، یعنی از آقای مزارعی که میهمان گرامی ما هستند، از شیراز تشریف آوردند. خب آقای مزارعی، مطلبی بفرمایید، شعری بخونید. این شما و این شنوندگان و این هم میکروفونی که باید جلوش تشریف داشته باشید و از سوال بفرمایید. شهر شیراز از دیرباز، از زمانی که وصال شیرازی و قاآنی با هم هم مجلس و هم محفل بودند، انجمن ادب داشت تا به زمان روحانی وصال، فرزندزاده وصال. شبی استاد ملک الشعرای بهار به شیراز آمده بود و در انجمن ادب شرکت کرده بود. رئیس انجمن ادبی همون مرحوم رئیس انجمن ادبی مرحوم روحانی وصال. همه شعرا اشعارشون رو می‌خوندن، البته عرضه می‌کردن در حضور استاد. یکی از شعرا شعری از حافظ تضمین کرده بود، غزلی از استاد سخن حافظ. وقتی که خواند، البته شعر تناسبی نداشت با غزل حافظ و عیبی هم نداره که تناسبی نداشته باشه. چون عیب داره، ولی خب نوعاً نمیتونن برسن به اون کسی که به حد اعلا رسیده حافظ، به جایی که دیگه دست کسی نمیرسه. خیلی مهم نیست به نظر بنده. به زبان امروز اگه بخوام بگیم، بعضی که شعر مثلا حافظ یا سعدی رو تضمین میکنن، بعضی ها، بعضی ها واقعا موفقن، بعضی ها به گاری رو بوکسل میکنن به یک لوکوموتیو. کاملا صحیح. اون پرکشش و این کندرو. بله، این همون گاری رو به ماشین بوکسل کرده بودن. ملک الشعرای بهار که در وضعی قرار گرفته بود که هم بایستی تکریم کنه، احترام کنه از اون شاعر و هم نمیتوانست خلاف واقع بگه، گفت که واقعا بسیار عالیه، بسیار خوبه، غزل بسیار خوبی از این تضمین بیرون میاد، خیلی عالیه. یعنی تمام غزل حافظ در این حال تعریف توصیف از غزل حافظ کرد و شعر شاعر رو رد. یعنی گفتن اگه غزل حافظ از این شعر بیرون بیارن، غزل خوبیه، بقیه‌اش هم مهمل است. بله. خب این خاطری از مرحوم ملک خوب شد یادی از شادروان ملک کردیم در این برنامه، اونم شما سبب شدید. و حالا چه شعری می‌خواید بفرمایید آقای مزاری؟ یک غزل است
اسم تکیگاه آرزو. شما چند تا شعر برای بعضی ما آوردید؟ سه تا شعر. چه بهتر دیگه. آقای ثابتی هم لابد همین کار رو خواهند کرد انشالله. خب چون امشب دو شاعر داریم، بهتر این است که همون با 6 تا شعر بخونند دیگه. دو شاعر 2 تا 3 تا شعر میخونند. بله. همیشه 3 شاعر بوده، یکی 2 تا شعر میخونند. از نظر کمیت مثل همیشه است، از نظر کیفیت هم که حالا معلوم میشه. خب بفرمایید شما خودتون چی میخونید آقای مزاری؟ تکیگاه آرزو. بله. غزله؟ بله. خواهش میکنم. در میان مردم چشمی نگاهی دیدم، بیگناهی را در آغوش گناهی دیدم، سینه سیمین او را دیدم هنگام خواب، از برای آرزوها تکیگاهی دیدم. چه تکیگاه خوبی. جا نمی گیرد ز مستی یک نفس در سینم، این دل سرگشته را هر دم براهی دیدم، سوختم در پیش شمع روی او پروانه وار، سوختن را در هوای او پناهی دیدم، دوست می دانستمش جان باختم در راه او، دوست می دانستمش جان باختم در راه او، هر چه دیدم در رهش از اشتباهی دیدم، زندگی را در صفای عشق مستی پروری، عمر را در گردش چشم سیاهی دیدم، لذت عشق و پشیمانی به گاه آشتی، لذت عشق و پشیمانی به گاه آشتی، در میان عشق چشم عذرخواهی دیدم. آفرین. تمام شد؟ بله. پس ما آفرینمون به جا بود دیگه. برای دست بزنید. بله. بله. میبینید که همین آقای شریف هم تکیه دادند و تکیه گاهی رو صندلی پیدا کردند و حال میکنم با شعر شما و دوستان دیگه آقای ایرج. حالا وقت شما میرسه آقای ایرج. عجله نفرم. منتظر. خب یه قطعه شعر دیگه تون رو اجازه فرمایید که آقای رضاییان بخونه. آقای شریف شما همراهی میکنید. فریبنده صبحگاه، فروغ فریبنده صبحگاه، که خندد به شب زنده‌داری ماه، دو چشم سخنگوی افسونگری، که بندد به چشمی زمستی نگاه، درخشنده عشق گران مایهی که لغزت به روی زبیم گناه، سرانگشت زیبای عاشق کشی که پیچد به پیچند زلف سیاه، ز لعل لبی اولین بوسهی که گردد به پیمان عشقی گواه، سخنهای نقض نصیحتگری که آرد
زره رفته ای را به راه، دل آرزو پرور عاشقی، دل آرزو پرور عاشقی که می لرزد از شوق در وعدگاه. امید من ای ماه اینها توی، فریباتر از هر فریبا توی. سال بسار کمند محبت اسیر، غم عشق یعنی غمی دلپذیر، سرور جوانمرد آزاده ای که افتاده ای را شود دستگیر، جهان نشاط آور کودکی که آنی بران غم نگشته است چیر، تمنای وصلی ز شیرین لبی که شوری به دل افکند ناگزیر، سبکخیز و سرمست پروانه‌ای که می سازد از تاج گلبن سریر، صفای نسیم سحرخیز صبح که برخیزد از دامن آبگیر، صدای روان پرور چشمه‌سار، صدای روان پرور چشمه‌سار که می لغزد آهسته از که به زیر، همه زان چه گفتم دلنگیستر توی ای پری چهره سیمبر. دلفروزتر از گذشت کریم، روانسوزتر از سرشک یتیم، پرآشوبتر از سر زلف یار که افتاده در هم به دست نسیم، گرانمهرتر از دلی کندران امیدی نشسته است بر جای بیم، دلنگیستر از یکی شعر نغز که سرچشمه گیرد ز طبعی سلیم، قویتر ز وجدان آسوده‌ای که در برد جان از گناهی عظیم، همه هست فرخنده دیدار تو، همه هست فرخنده دیدار تو، خوشان دل که گردد گرفتار تو. آفرین آفرین. آقای مزاری شعرتون بسیار بسیار لطیف بود و تشبیهات تازه و مخصوص به خودتونم درش زیاد بود. خیلی خیلی متشکریم و حالا با اجازتون از آقای سلطانی خواهش میکنیم که سومین شعرتون رو بخونم. پس آقای ملک شما شروع بفرمایید. خواهش.
چین و خمش کشیده است از دوش او تا کمر، فروزنده چهره دلارای او ز صبح جوانی فروزنده تر، نهفته تنندر پرند سپید زده صبح سر از گریبان او، پدیدار چون نور در آبدان به سینه درون راز پنهان او. چشم فسونکار جان پرورش سراپایم از یک نگه سوخته، شگفتم که آن نرگس شرمناک چنین خیرگی از که آموخته، شگفتم که آن نرگس شرمناک چنین خیرگی از که آموخته، رخی گرم و آرایش رنگ شهر، تنی نرم و پیرایش سادگی، روان بخش و زیبنده و دلفروز چه روز نخستین دلدادگی. سر زلف او در هم و دلپذیر چو اندیشه و عشق آشفتگان، کنار و برش دلنواز و لطیف چو بوی در آغوش گل خفتگان، نظر بر رخ او نگیرد قرار بلغزد به رویش ز صافی نگاه، شبد برتر از پاکی و راستی نشیند اگر در کنارش گناه. میان چمنها در آن صبح دم به آغوش گل رفته همچون نسیم، رخ او ز سرخی گل انداخته هوس سرنهاده به دامان بیم، تن او هم آغوش ناز و فریب فتاده بر آن بستر سبز رنگ، مرا پیش آن نقش آزر سوز نه پای گریز و نه جای درنگ.
سبکبار از قید و بند رسوم به آغوش او جانم آمد فرود. به بیخیشی از دل امان خواستم، ولی تا به خیش آمدم دیر بود. به زیر لباهیش از سینه خواست، در آمیخت با جان من جان او. در آن لحظه چشم تبالود من نمی دید جز برق چشمان او. آفرین. آقای مزارعی، هم غزلتون هم دو قطعه شعرتون بسیار بسیار دلانگیز و لطیف بود و حالی کردیم و سرمست کننده بود. برحال آقای ثابتی، حالا اگر که مطلبی دارید، خاطره‌ای دارید بفرمایید، اگر نه که شعر بفرمایید. خاطره‌ای به نظرم میرسه که چند پیش اتفاق افتاد و اون اینه که شبی به یک کتاب فروشی وارد شدم. در این کتاب فروشی دوستی واسطه بود. این دوست بسیار اهل ذوق و تا حدودی هم شاعر خودش بود. به محض این که من وارد شدم، شروع کرد خوش و بش و احوال پرسی و شاه سلامتی، ولی این خوش و بش رو با شعر گفت. صحیح. مثلا شروع کرد که بله وح چه خوش آمدی، صفا کردی، چه عجب شد که یاد ما کردی. حال هیچ آشنا نمیپرسی یا همین حال ما نمیپرسی. من هم همینطور جواب او رو دادم، ولی یه نکته در این وسط بود و اون که اشعاری که ایشون میخوند و من جواب میدادم، وقتی او میخوند من میگفتم مال کیه، وقتی من میخوندم او میگفت مال کیه، تا رسید به اینجا که دوست من برگشت گفت که حالا من دو بیت شعر میخونم و با تو شرط میبندم که نتونی بگی مال کیه. من به این برخورد و گفتم که حاضرم شرط بندم. خب چون در کتاب فروشی واسطه بودیم، شرطی که بستیم دیوان حافظ بود. بعد ایشون دو بیت شعر خوند و به من گفت از کی. من قدری فکر کردم، دیدم این شعر خیلی به نظرم آشناست. نام شاعر رو گفتم. ایشون گفت نه اینطور نیست، ولی اون نیست. دوباره گفتم یک کس دیگر، باز گفت مال اون نیست. نتیجه این شد که من بیش از 10 یا 12 یا بیشتر نام شاعر رو گفتم و ایشون گفت که نه مال هیچ کدام از اینا نیست. خب تسلیم شدم، گفتم من کتابو بردی شما، دیوان حافظ به شما بازنده هستم، حاضرم همی الان بخرم و بدم بهتون، و همین کارم کردم. گفتم خب حالا بگو مال چیه. گفت که این شعر مال رضا ثابتی است. گفتم چطور مال من نیست و اینا، و تا شروع کرد توضیح دادن فهمیدم که راست میگه. و توضیح او هم این بود که یک مصرع شعر داشت یا ساخته بود یا مال دیگری بود، اینو آورده بود و داده بود به من که من این شعر رو تمام کنم. منم همونجا پشت قوطی سیگار این شعر رو تمام کردم و دادم بهش. بعد یادتون نبوده که شما ساختید؟ بله یادم نبود و اینا. بله شعرش این بود، مصرعی که داده بود به من که من بسازم این بود که ستمگر چو برف و ستمکش چو کوه. این مصرع رو ساخته بود یا مال دیگری بود نمیدونم. اینو داد که من تمامش کنم و من اینو بقیهش رو تمام کردم. حالا دو بیتو میخونم. اینطور شد که ستمگر چو برف و
ستمکش چو کوه، از این گفته دل نکته دانی کند، نماند از آن برف چیزی به جای، اگر کوه آتش فشاند. آفرین 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 آفرین، خیلی خوب ساخت. خیلی خوب. این خاطره ای بود که بسیار بسیار خوب بود و دلنگیز و ادبی و بامزه بود. بله. خب دیگه حالا از خاطره منصور بپردازید به شعر منظوم. یعنی خود شعر از منظوم است دیگه. منظوم درش مقدره. از نصب باید بگیم بپردازید به شعر. با اجازتون من یک غزلی میخونم، بعد هم دو قطعه دیگه هست که از یعنی سه قطعه شعر عرض کردم در آغاز برنامه. مثل آقای مزاری سرکارم سه قطعه شعر بفرمایید. حالا برای اینکه طرز شعر خوندن خودتون و شنوندگان بدونن، غزل خودتون بفرمایید تا بعد از خانم پژوهش و آقای رضایان خواهش بکنیم شعرهای بعد رو بخونم. خواهش میکنم با اجازه. غزل اینطوری: با آن که در حریم تو بیگانه ام، هنوز مانند حلقه بر در این خانه ام هنوز. بگذشت شب ز نیمه و من با خیال دوست، مینا صفت به گوشه میخانه ام هنوز. از شعله نگاه تو پروا نمی کنم، ای شمع من بسوز که پروانه ام هنوز. چون گوهری که بر سر انگشتری نهند، ای آشنا به چشم تو بیگانه ام هنوز. گفتم چه الفتیست به گیسوی او ترا، دل ناله کرد و گفت که دیوانه ام هنوز. آفرین آفرین. خب درباره شعر دومتون توضیح نداری؟ خانم پژوهش میخونن یا آقای رضایی؟ خانم پژوهش. توضیح ندید آقای ثابتی درباره شعر؟ توضیح ندارم غیر از این که بگم عنوانش بفرمایید. عنوان این قطعه چنگ سکوته و خود شعرم گویاست که چی گویاست برای بله بهترین گوینده احساستون هم شعرتون. خواهش کنم خانم پژوهش. آقای سرمی شما همکاری بفرمایید. درد جانکاه مرا کس نشناخت، درد جانکاه مرا کس نشناخت، آه جانسوز مرا کس نشنید، هیچ کس این همه با درد نساخت، هیچ کس این همه بیداد ندید. آن که با ما ز صفا دم می زد، جز به فکر هوس خیش نبود، وان که در راه وفا سر می داد، مایه درد سری بیش نبود. آن که در عرصه پهناور عمر
گامی آسوده نرفته است منم، وان که با آن همه امید دراز کامی از کس نگرفته است منم. کس ندانست که دیوانه کیست این که از دشت جنون می گذرد. هیچ کس با من غم دیده نگفت که شب و روز تو چون می گذرد. گرچه در راه تو ای لعبت مست دین و دل باخته چون پیش منم، دیرگاهیست که با چنگ سکوت نغمه پرداز دل خیشتنم. نوبت میرسد به آقای ایرج که در اون گوشه نشسته. تشبیه جلوی ایرج صحبتی بفرمایید. خب آقای ایرج، امروز چی حاضر کردید برای شنوندگان؟ گوشهید بیات ترک. خب گفتید که بیات ترک میخوید آقای ایرج. بله بله. پس لطفاً این چند بیتی رو که تقدیمتون میکنم با آواز بخونید و برای اطلاع شنوندگان عرض میکنم که این چند بیت از آقای علی اکبر دولفی است. دوستان نوازنده هم جمع آقای ملک و دوست عزیز آقای شریف و آقای سارمی هستن. بله بله بله.
دارم شام باشم در دل شبها بسوزم، روشنی بخشم میان جمع و خود تنها بسوزم. شبها بسوزم، روشنی بخشم میان جمع و خود تنها بسوزم. شام باشم، عشق بر خاکستر پروانه ریزم، یا سمندر گردم و در شعله بی پروا بسوزم.
شم باشم عشق بر خاکستر پروانه ریزم، یا سمندر گردم و در شعله بی پروا بسوزم. لاله‌ای تنها شوم در دامن صحرا برویم، کوه آتش گردم و در حسرت دریا بسوزم. لاله‌ای تنها شوم در دامن صحرا برویم، کوه آتش گردم و در حسرت دریا بسوزم. اشک شبنم باشم و بر گونه گلها بلغزم، اشک شبنم باشم و بر گونه گلها بلغزم، برق لبخندی شوم در غنچه لبها بسوزم. اشک شبنم باشم و اشک شبنم باشم بر گونه گلها بلغزم.
خب آقای رضاییان، آقای شریف منتظرن که آمدن. یعنی شما منتظر آقای شریف هستید یا شریف منتظر همین هستید؟ پس آقای شریف شروع بفرمایید که آقای رضاییان سومین قطعه شعر آقای ثابتی رو بخونید. یکی دو خطی بله بله از باد شامگاه مهتاب‌ها شکسته به دامان جویبار و از نقطه‌های دور شباهنگ شب‌نبرد می‌نالد آشکار از گوشه افق تابد به کوه و دشت فروزنده اختری در پرتو شکفته مهتاب گشت باز آغوش دختری در خلوت سحر سرمست و کامیاب به من می کند نگاه باد سحر به گونه او بوسه می زند در آن گریزگاه
آرام و شرمناک، من مانده خیره بر رخ اندیشه‌زای او، پیچیده در فضای دلانگیز بامداد موج صدای او. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست ز دامن بدارمت. از آن شب گناه، از آن شب گناه، بس سالها که رفته و آن ماه مهریار، دست طلب نهاده به دامان دیگری با روح بیقرار. بیدار و عشق بار، من مانده خیره بر فلک و گشت روزگار، او آرمیده در بر آن مرد کامجو، سرمست و کامکار. در خلوت سکوت آهنگ ناز می کند آن مه برای او، در خلوت سکوت آهنگ ناز می کند آن مه برای او. در گیر و دار نیمه شب از پشت پنجره آید صدای او. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست دامن بدارمت. یک شعر متعالی بلندی بود و موضوع فریبم خوب درش مجسم شده بود. خیلی خیلی زیبا، با لفظ زیبا، ظرف و مظروف هر دو عالی بود آقای ثابتی و خیلی لذت بردیم. شنوندگان صاحب دل، بنده به همراه شاعران گرانمایه و هنرمندان ارزشمند و گویندگان هنرمند با شما خداحافظی میکنیم. بختتان پیروز و شمع عمرتان پرتو افروز باد.